هنر و شیوه های بحث و گفتگو، گفتار پنجم. سلام، به گفتار پنجم از مجموع گفتار هنر و شیوه های بحث و گفتگو خوش آمدید. در گفتارهای پیشین اشاره شد که بحث و گفتگوی خردمندانه در موقعیتی رخ می دهد که دو یا چند نظر متفاوت مطرح شده و ارائه دهندگان این نظرها بکوشند تا به یاری استدلال درستی نظر خود و نادرستی نظر مخالف را اثبات کنند. در این گفتار به برخی شاخصه های عمومی استدلال و گزاره منطقی، نخستین گام ها برای ورود به یک بحث، مباحثی که نمیتوان درباره آنها بحث و استدلال کرد و برخی تعریف های ضروری میپردازند. در هر استدلالی یک یا چند تز، حکم یا ادعای اصلی، یک یا چند گواه، شاهد و برهان برای اثبات ادعاها و گاه گواه‌ها و برهان‌های مکمل برای اثبات گواه‌ها و برهان‌های نخستین مطرح می‌شوند. برخی ادعاها را می‌توان با یکی دو برهان و گواه اثبات یا رد کرد، اما برای اثبات یا رد برخی ادعاها به مجموعه‌ای از گواه‌ها، شاهدها و برهان‌ها و دلایل اصلی و مکمل نیازمندیم. نمونه این استدلال ها را در مباحث اجتماعی و سیاسی می توان دید. برای رد یا اثبات احکام و ادعاهایی چون سیاست های اقتصادی حزب الف به افزایش تورم منجر خواهد شد، یا برنامه اقتصادی فلان نامزد ریاست جمهوری شکاف بین فقرا و ثروتمندان را افزایش می دهد، علاوه بر نشان دادن رابطه معنادار و علی بین اجزای سیاست‌های اقتصادی حزب الف و نامزد مورد بحث با افزایش تورم یا شکاف فقر و ثروت، باید دلایل، گواه‌ها و شاهدهای متفاوتی ارائه داد. بحث خردمندانه یا کنش استدلالی بین دو انسان هنگامی رخ می‌دهد که اختلاف نظر اهمیت داشته و هیچ یک از دو سوی بحث نسبت به نتیجه استدلال موضعی خونسا ندارند. گفتگوی بین دو کس در موردی که با هم هم نظرند یا یکی از دو کس در آن مورد نظری ندارد، به انتقال نظریات، اطلاعات و داده ها نزدیکتر است تا به بحث و مباحثه. کنش استدلالی کنشی آزادانه است و هر دو سوی بحث دست کم در عرصه نظری آزادی انتخاب یک دیگر را بر مبنای دلایل عقلانی از پیش به رسمیت شناختند. در بسیاری از بحث ها، به ویژه در مناظره های رسانه‌ای، تأثیرگذاری بر مخاطب عام، شنوندگان و بینندگان بحث، اهمیت بیشتری دارد تا قانع کردن مخاطب حاضر و مدافع نظر مخالف. مهارت در بحث و استدلال آوری نه فقط به معنای توانایی بیان نظر و توانایی اثبات عقلانی نظر، که به علاوه به معنای درک نظر و شیوه اندیشه مخالفان و به معنای فهم ذهنیت مخاطبان عام نیز هست. اگر پیش از بحث بر شیوه اندیشه و شیوه بحث مدافع نظر مخالف خود آگاهی داشته و ذهنیت مخاطبان عام بحث را بشناسیم، در تنظیم استدلال‌های خود آماده تر و در قانع کردن مخاطب عام موفق تر خواهیم بود. هدف استدلال تأثیر گذاشتن بر ذهنیت مخاطب خاص و عام است و تأثیر از مؤلفه های اصلی ارزیابی استدلال است. در یک بحث کافی نیست که برای اثبات نظر خود دلایل و استدلال های قوی مطرح کنیم، بلکه به علاوه باید نظریات، شیوه اندیشیدن و ساخت استدلال مخالف خود و پیش فرض های آنها را نیز بشناسیم و متکی به این شناخت استدلال های قوی تر و مؤثر تری ارائه دهیم. توزیع عقلانی همیشه برای مخاطب حاضر یا سوی مخالف بحث نیست. در بسیاری از بحث ها، به مثل در مناظره های سیاسی و اجتماعی و نظری، مباحثه کنندگان مخاطب عام را بیش از مخاطب حاضر در صحنه در نظر دارند. واکنش مخاطب خاص عام نسبت به استدلال از معیارهای سنجش تأثیر استدلال است، هرچند لزوماً
معیار درستی یا نادرستی استدلال نیست. در هر بحث ادعا و استدلالی مفاهیمی مطرح می شوند. تدوین تعریفی روشن و جامع و مانع از مفاهیم اصلی ادعاها و استدلالها از نخستین گامهای آمادگی برای ورود به بحث است. اگر تعریف روشنی از ادعا یا ادعاهای اصلی خود در ذهن داشته و گواهها، شاهدها و برهانهای متناسب با ادعاهای خود را در ساختاری مناسب تدوین کرده باشیم، نظر خود را بهتر منتقل و تأثیر استدلال خود را بر مخاطبان افزایش می دهیم. چون که در برخی مصاحبه ها و مناظره ها می توان دید، گاه یک یا هر دو سوی بحث تعریف روشن و دقیقی از ادعاهای خود و تصویر روشنی از مفاهیمی که مطرح می کنند در ذهن نداشته و اصطلاحات کلیدی بحث را به معناهای متفاوت و گاه متضاد به کار می برند. بسیاری از بحث ها به دلیل تعریف های مبهم، نادقیق و گاه متناقض از مفاهیم اصلی به نتیجه نمی رسند. تعریف اصطلاحات و مفاهیم را در صورت لزوم می توان در جریان مباحثه مطرح کرد، اما به هنگام ارائه تعریف مفاهیم اصلی ادعاهای خود در بحث، تا آنجا که ممکن است باید از بکارگیری اصطلاحات که خود نیازمند تعریفند و از بکارگیری اصطلاحات مبهم پرهیز کرد. تعریف ها را باید در جمله های تا حد ممکن کوتاه، روشن و ساده بیان کرد. ارائه تعریف های مبهم و پیچیده یا به کارگیری اصطلاحاتی که خود نیازمند تعریفند می تواند توجه مخاطبان را از ادعاهای اصلی گوینده و از متن بحث به مسائل حاشیه‌ای سوق دهد. اگر مدافع نظر مخالف ما تعریف‌های مبهم یا متناقض از مفاهیم اصلی ادعاهای خود ارائه دهد، بهتر است تا او را به ارائه تعریف‌های روشن از مفاهیم اصلی ادعاهای خود هدایت کنیم. دیالکتیک سقراطی یا پرسش و پاسخ هدایت شده که در گفتارهای پیشین بدان اشاره شد، در این مورد کارایی مؤثری دارد و بدین سان ابهام و تناقض در تعریفهای آن سوی بحث را میتوان با طرح پرسشهای سنجیده به او و به مخاطبان نشان داد. به کارگیری واژه‌ها و اصطلاحات دشوار، نامعنوس و نیازمند به تعریف از تأثیر استدلال‌های ما می‌کاهد. بیان روشن و بی ابهام نظر یا گزاره و ارائه استدلال‌های روشن ما را در قانع کردن مخاطبان و مخالفان یاری می‌دهد. در متون مرجع شاخصه‌هایی برای تعریف جامع و مانع، تعریف که همه مصداق‌های خود را در بر گرفته و از ورود مصداق‌های دیگر جلوگیری کند، درباره نقش نوع و جنس و تمایزگذاری در تعریف ارائه شده است که در گفتارهای آینده مطرح خواهند شد. در ادامه این بحث به تعریف ساده و مقدماتی چند اصطلاح می‌پردازم. در گفتارهای گذشته گفته شد که گزاره و استدلال تحلیلی، گزاره و استدلالی است که نتیجه در تعریف یا در مقدمه حضور داشته، نتیجه از تعریف یا از مقدمات استنتاج شده باشد. در این نوع استدلال ها اگر تعریف یا مقدمات درست، صادق و معتبر بوده و اگر ساختار استدلال از استحکام منطقی برخوردار باشد، نتیجه به ضروره درست و معتبر است. اغلب گزاره ها و استدلال های تحلیلی را می توان به علائم مجرد و انتزاعی برگرداند و بر اساس ساختار و فرم و رابطه منطقی بین عناصر گزاره و استدلال تحلیل و ارزیابی کرد. در گزاره و استدلال ترکیبی نتیجه در تعریف یا در مقدمه نهفته نیست. به مثل در استقرا نتیجه بررسی درباره تعدادی از موارد یک موضوع را به همه موارد تعمیم می‌دهد. اغلب گزاره‌ها و قوانین در علوم تجربی و انسانی بر استقراء بنا می‌شوند. در گفتارهای گذشته مثال‌هایی از این دو نوع استدلال ارائه شد.
در استدلال‌های ترکیبی و تمثیلی زبان نقشی مهم ایفا می‌کند. واژه‌ها و ترکیب‌ها در هر زبانی برخلاف علائم ریاضی و انتزاعی علاوه بر معنای لغوی خود بارهای اجتماعی و فرهنگی و گاه ارزش‌های را نیز به مخاطبان منتقل می‌کنند. این خصلت زبان زمین ساز برخی ابهام هایی است که در تعریف مفاهیم اصلی در بحث ها رخ می دهند. گفتمان خردمندانه یا بحث بر بستر استدلال بر زمینی زبان و درک مشترک از مفاهیم اصلی به نتیجه بهتری می رسد و از همین روی اصطلاحات مهم ادعاها و برهانها و گواهای اصلی را باید به روشنی تعریف کرد. در برخی بحث ها دو سوی بحث اصطلاح واحدی را در معناهای متفاوت به کار می‌گیرند، چون این بحثی می‌تواند به ابهام و اختلاف نظر بیشتر منجر شود. به عنوان مثال در سالهای اخیر بحث درباره نقش طبقه متوسط در ایران یا شرایط انتخابات آزاد و منصفانه به یکی از مهمترین مباحث مطرح روز بدل شده است، اما در بسیاری از متن‌ها، مصاحبه‌ها، مناظره‌ها و بحث‌های راجش در این موارد اصطلاح طبقه متوسط ایران و اصطلاح انتخابات آزاد و منصفانه تعریف نشده و مباحث کنندگان تعریف‌های متفاوت و گاه متضادی را از این اصطلاح‌ها در ذهن دارند. بسیاری از اصطلاحات فلسفی و علوم انسانی از زبان‌های دیگر به فارسی ترجمه شدند. این اصطلاحات در متن اصلی خود معناهای به نسبت روشنی دارند، اما به هنگام ترجمه به فارسی با فرهنگ و ذهنیت فارسی زبانان تلفیق می شوند و فارسی زبانان گاه برداشت برآمده از فرهنگ و ذهنیت خود را بر معنای اصطلاح در متن اصلی می افزایند. این روند نیز از زمینه های مبهم بودن تعریف بسیاری از اصطلاحات در بحث های نظری در زبان فارسی است. در ارائه تعریف مفاهیم اصلی باید از تعریف هایی که فقط بر جنبه های سلبی و تمایز گذاری بنا می شوند پرهیز کرده و جنبه های ایجابی را که شاخص های اصلی موضوع تعریف را بیان می کنند در تعریف گنجاند. آنچه که یک مفهوم نیست تمایز آن را با دیگر مفاهیم بیان می کند، اما تصویری از شاخصه های اصلی آن مفهوم به دست نمی دهد. در برخی بحث ها از استعاره و تمثیل و تشبیه و از زبانی نزدیک به زبان شعر بهره می گیرند. زبان شعر گرچه گاه می تواند با برانگیختن عواطف و احساسات مخاطبان بر آنها تأثیر نهد، اما زبان مناسب بحث های نظری نیست. زبان شعر به عرصه تخیل و ادبیات خلاقه تعلق دارد و زبان بحث نظری باید با محتوای بحث مناسب باشد. گزاره منطقی در متون دستور زبان فارسی جمله را عبارتی می‌دانند که دارای فعل بوده، معنایی را منتقل و بر انجام یا انجام نشدن کاری، داشتن یا نداشتن صفت و حالتی یا بر امر یا بر پرسش دلالت کنند. جمله‌های پلیس به تظاهر کنندگان معترض حمله کرد، برادرم غذا نخورد، سیاست‌های اقتصادی دولت به تخریب محیط زیست منجر شده است و انجام کاری دلالت یا انجام کاری را نفی می‌کنند. این جمله‌ها در زبان فارسی با فعل‌های منفی یا مثبت تمام می‌شوند. جمله‌های هوا سرد نیست، این دولت مرد دروغگوست، همه فلزها رسانا هستند بر انجام کاری دلالت نمی کنند، اما حالت یا صفتی را به کسی یا چیزی نسبت داد یا از او سلب می کنند. جمله کجا بودی؟ جمله ایست پرسشی و جمله این کتاب را بخوان جمله ایست امری. گزاره منطقی جمله ایست که بین دو مقوله نسبت ایجابی یا سلبی برقرار کرده، انجام یا انجام ندادن کاری، داشتن یا نداشتن صفت یا حالتی را به کسی یا چیزی نسبت می‌دهد.
با این تعریف جمله های امری و سوالی چون در را ببند یا چه کتابی میخوانی گزاره منطقی نیستند چون بین موضوع و محمول این جمله ها نسبتی ایجابی یا سلبی برقرار نشده است. در منطق قدیم گزاره منطقی از سه مؤلفه موضوع، محمول و نسبت شکل می‌گرفت. در گزاره های سقراط انسان است، یارانه های دولتی تأثیر مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی دارند، آزاد شدن سخت جنین از حقوق زنان است، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران تقلب شد، سعدی در قرن هفتم هجری قمری میزیست، احمد شاملو از بزرگترین شاعران زبان فارسی است، سقراط یارانه های دولتی، سقط جنین، انتخابات ریاست جمهوری ایران و سعدی موضوع و انسان تأثیر مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی، حقوق زنان، تقلب، زیستن در قرن هفتم هجری و شاعر بزرگی بودند محمولند و فعل‌های آخر جمله ها نسبتند. یک گزاره منطقی میتواند مثبت یا ایجابی باشد و نسبتی را بین موضوع و محمول خود برقرار کند یا منفی و سلبی باشد و نسبتی را بین موضوع و محمول خود انکار کند. برخی گزاره ها چون همه سیاستمداران مستبد دروغگو هستند یا همه درختان برای محیط زیست مفیدند، گزاره های کلی و برخی چون تعداد اندکی از دولت مردان راستگو هستند یا برخی درختان از نظر اقتصادی سودآورند، گزاره های جزئی هستند. گزاره نوع اول همه مصداق های موضوع و گزاره نوع دوم شماری از مصداق ها را در بر می‌گیرند. درباره چه گزاره هایی نمی‌توان بحث کرد؟ درستی یا نادرستی گزاره های منطقی را نه فقط با استدلال که با شیوه های گوناگونی می‌توان ارزیابی کرد. برخی گزاره ها با رجوع به داده های عینی، برخی گزاره ها با رجوع به دانش عمومی و برخی گزاره ها با استناد به داده های عینی و دانش عمومی ارزیابی و رد یا اثبات می شوند. برای رد یا اثبات این نوع گزاره ها استدلال لازم نیست. دو گزاره انقلاب مشروطه ایران در سال 1905 میلادی رخ داد و آرامگاه حافظ در شیراز است را می توان با رجوع به داده های عینی و دانش عمومی ارزیابی و رد یا اثبات کرد. برخی گزاره ها سلیقه و پسند فردی را بیان می کنند. گزاره های پیراهن زرد از پیراهن قرمز زیباتر است یا گل نرگس زیباترین گل دنیاست، به پسند و سلیقه فردی برمی‌گردند. این نوع گزاره‌ها را نمی‌توان با استدلال رد یا اثبات و درباره آنها بحث کرد، چرا که پسند زیبایی شناسانه به سلیقه و روانشناسی فردی برمی‌گردد و نه به دلایل عقلانی. استدلال توضیح عقلانی حکم یا نظریه و ادعاست و به هنگامی کارایی و کاربرد دارد که گزاره به قلمرو اندیشه تعلق داشته باشد. گزاره هایی که به احساسات و عواطف متکی هستند. گزاره هایی که برای اثبات خود به مرجعی مطلق و غیر قابل بحث و متفاوت با خرد و عقل ارجاع می دهند. و گزاره هایی که به عنوان ایمان جزمی و غیر قابل بحث مطرح می شوند موضوع استدلال و گفتمان خردمندانه نیستند. اگر برای اثبات ادعا یا حکمی به جمله هایی از یک متن یا شخص مرجع استناد کنیم و مثلا بگوییم آ به از چون در متن مرجع چنین گفته شده است و هر چه در متن مرجع است حقیقت مطلق دارد، گزاره ما گزاره قابل بحث نیست. در این حالت درباره مطلقیت و خدشناپذیری متن مرجع یا درباره تأویل و تفسیر متن مرجع میتوان بحث کرد، اما نه درباره گزارهی که برای اثبات خود فقط به متن مرجع ارجاع میدهد. گزاره های متکی به مراجع خدشناپذیر را نمیتوان با استدلال رد یا قبول کرد. این گزاره ها فقط برای کسانی معتبر و درستند که مرجعیت خدشناپذیر و غیر قابل بحث متن مرجع را پذیرفته و جمله های مورد استناد متن مرجع تأویل و تفسیری مشابه دارند. بحث و استدلال در موقعیت اختلاف نظر
و در موقعیتی رخ می‌دهند که هر دو سوی بحث آمادگی تغییر نظر خود را بر اساس استدلال‌های عقلانی به عنوان پیش‌فرض پذیرفته باشند. بحث با کسی که باورها و ادعاهای خود را مطلق، ابدی، فراتاریخی و فرابشری یا متکی به شهود درونی یا متکی به مرجعی فرابشری می‌داند به جایی نمی‌رسد، چرا که شهود، درون‌تابی و دیگر مراجع غیر عقلانی را نمی‌توان با استدلال عقلانی ارزیابی و رد یا قبول کرد. استدلال رابطه ای است متقابل و دوسویه بر مبنای کنش و واکنش مبتنی بر همکاری. هر دو سوی بحث دست کم در عرصه نظری میپذیرند که با نقد استدلال های یکدیگر حقیقت را کشف کنند. گزاره هایی را که بر بستر عواطف و احساسات، خیال و رویا، سلیقه و پسند و روانشناسی فردی بنا شدند میتوان تحلیل کرد، اما بحث عقلانی و منطقی درباره درستی یا نادرستی این گزارها ممکن نیست و این گزارها موضوع استدلال نیستند. گزاره هایی که ایمان قلبی و نه اعتقادات متکی بر برهان های عقلانی را بیان می کنند نیست نمیتوان موضوع بحث استدلال قرار داد. این ادعا که من درستی این یا آن نظر، باور و ادعا را با تجربه فردی یا با شهود و درون تابی حس کرده و دریافتم، یا من نادرستی سیاست حزب آ را به تجربه فردی دریافتم، نه بر استدلال عقلانی که بر حس، تجربه فردی و شهود متکی است. درباره درستی یا نادرستی این گونه ادعاها نمیتوان بحث استدلال کرد، اما اگر کسی بکوشد درستی همان نظر متکی به تجربه و شهود فردی یا نادرستی سیاست حزب آ را نه بر اساس شهود و تجربه فردی که بر بستر استدلال عقلانی اثبات کند، آنگاه میتوان درباره این ادعاها بحث و استدلال کرد. استدلال برای تشخیص صدق یا کذب، اعتبار و رد یا اثبات گزاره‌ها بدین معناست که طرفین بحث توضیح عقلانی را تنها راه اثبات یا رد گزاره‌ها می‌دانند و از پیش پذیرفتند که نتیجه توضیح عقلانی را حتی اگر به زیان آنها باشد قبول کرده و نظر خود را متناسب با نتیجه تغییر دهند. استحکام منطقی و استحکام حقیقی. استدلالی دارای استحکام منطقی است که ساختار سوری آن با قوانین منطق همگن بوده و مقدمه ها از نتیجه حمایت و نتیجه را اثبات کنند. اما استحکام منطقی لزوماً به معنای صدق و درستی نتیجه استدلال در عالم واقع نیست و لزوماً بر استحکام حقیقی دلالت نمی کند. استحکام منطقی استدلال را با قوانین منطق می سنجند و استحکام حقیقی استدلال را با سنجش درستی یا نادرستی و صدق و کذب مقدمه های استدلال در عالم واقع. به عنوان مثال این استدلال را در نظر بگیریم: همه اف ها آر هستند، آ اف است، پس آ آر است. این استدلال دارای استحکام منطقی است. در این قیاس تحلیلی نتیجه از مقدمه ها استخراج شده است. اگر به جای اف فلز بگذاریم و به جای آر رسانا و به جای آ آهن، می توانیم بگوییم همه فلز ها رسانا هستند، آهن فلز است، پس آهن رسانا است. این استدلال دارای استحکام منطقی است چون بر مبنای قوانین منطق ساخته شده است. این استدلال دارای استحکام حقیقی نیز هست، چرا که مقدمه های این استدلال رسانا بودن همه فلز ها و فلز بودن آهن را بر اساس قوانین علمی تاکنون معتبر می توان اثبات کرد. اما اگر به جای اف درخت بگذاریم و به جای ار پریدن و به جای آ درخت سنوبر و بگوییم همه درخت ها می پرند، سنوبر درخت است، پس درخت سنوبر می پرد، استدلال ما از استحکام حقیقی برخوردار نیست، چرا که یکی از مقدمه های آن همه درخت ها می پرند با واقعیت در تضاد است. برای سنجش استحکام منطقی استدلال ساختار سوریان را بررسی می کنند و برای سنجش استحکام حقیقی استدلال صدق و کذب مقدمات را با واقعیت ها می سنجند. در برخی مباحثه های سیاسی و نظری یک یا هر دو سوی مباحثه مقدماتی را به عنوان برهان، شاهد و گواه مطرح می کنند که با واقعیت نمی خوانند. نتیجه این استدلال ها یا نادرست است
و نتیجه ای و یا نتیجه در صورتی که به تصادف درست باشد بر اساس مقدمات، شاهدها و گواهها اثبات نشده است. در گفتارهای آینده در بحث چگونگی نقد استدلال مخالف در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. استدلال ساده و مرکب. استدلال ها را می توان به استدلال ساده و مرکب نیز تقسیم بندی کرد. در استدلال ساده دو یا سه مقدمه برای اثبات نتیجه مطرح می شوند. در استدلال های مرکب مقدمه ها یا دلایل خود به اثبات نیاز دارند. در این گونه استدلال ها نخست باید ادعاهایی را که به عنوان مقدمه، شاهد و گواه مطرح شده اند اثبات یا رد کرد و آنگاه میزان حمایت مقدمه ها را از نتیجه اصلی و ساختار منطقی استدلال را بررسی کرد. در استدلال چون دموکراسی نهادینه نشد، چون حکومت پارلمانی دوام نیافت، پس انقلاب مشروطه ناکام ماند، دو مقدمه که به عنوان شاهد و گواه و برهان ارائه شدند خود نیازمند اثباتند، مگر آنکه آن سوی بحث از پیش درستی این شاهدها را پذیرفته باشد. در این استدلال نخست باید درستی مقدمه ها را اثبات کرد و آنگاه نشان داد که این مقدمه ها برای اثبات نتیجه کافی بوده و از نتیجه حمایت می کنند. در برخی استدلال های مرکب شاهدها، گواهها و برهانها به یک دیگر وابسته بوده و با هم نتیجه واحد را اثبات می کنند. در این نوع استدلال ها اگر یکی از مقدمه ها باطل شود نتیجه باطل است. در نوع دیگری از استدلال مرکب که برخی آن را استدلال موازی می نامند، شاهدها و گواهها از یک دیگر مستقل بوده و هر یک به تنهایی نتیجه را اثبات می کنند. در این نوع استدلال شاهدها یک دیگر را تقویت می کنند، اما اگر یکی رد شود دیگر شاهدها از نتیجه حمایت و صدق نتیجه را اثبات می کنند. آمادگی برای ورود به بحث. پیش از ورود به هر بحثی بهتر است از خود بپرسیم ادعا یا ادعاهای اصلی من چیست؟ برای اثبات این ادعاها چه دلایل، شواهد و برهانهایی در دست دارم؟ شاهدها، گواهها و برهانها می توانند داده های عینی و دانش عمومی باشند یا ادعاهایی که با استدلال عقلانی و برهانهای مکمل اثبات می شوند یا ترکیبی از این دو. بهتر است پیش از ورود به بحث شاهدها، گواهها و برهان اصلی و برهانهای مکمل را در ساختاری متناسب با موضوع بحث و ادعاهای اصلی خود و متناسب با ذهنیت مخالف و ذهنیت مخاطبان عام تدوین کنیم. به هنگامی که برای اثبات یک ادعا چند شاهد و گواه وجود دارد، این پرسش مطرح است که کدام یک را باید در آغاز استدلال مطرح کرد. متخصصان توصیه می کنند که قوی ترین برهان و شاهد و گواه را یا در آغاز استدلال یا در پایان آن مطرح کنیم. بدین سان تأثیر قوی ترین برهان بالاتر رفته و قوی ترین برهان در میان برهانهای ضعیف کمرنگ نمی شود. پیش از ورود بحث می توان حد زد که مدافع نظر مخالف چه استدلال ها و چه شاهد ها، گواه ها و برهان هایی را علیه نظر ما مطرح خواهد کرد. در این حالت می توان برخی پاسخهای مؤثر به استدلالهای ممکن مخالف را از پیش در استدلالهای خود بگنجانیم و به اصطلاح منطقیون قدیم برهان رفع دفع مقدر را به کار گرفته و دلایل باطل بودن استدلالهای ممکن مخالف را از پیش مطرح کنیم. با این شیوه اگر معتدل و متناسب به کار گرفته شود و بحث را از مجرای اصلی خود منحرف نکند، می توان بر مخالف پیش دستی و او را تا حدی خل اصلاح کرد. پیش از ورود به هر بحثی بهتر است یک بار با نگاه انتقادی به ادعاها و دلایل خود بنگریم و بکوشیم تناقضهای ممکن احتمالی را در نظر خود کشف و رفع کنیم. آموزش آکادمیک منطق از هدفهای اصلی این مجموع گفتارها نیست، اما در پایان گفتار پنجم به پرسش یکی از دوستان درباره انواع قیاس پاسخ داده و تعریفی مقدماتی و ساده از برخی انواع قیاس ارائه می دهم.
علاقمندان به اطلاعات بیشتر در این مورد می توانند به کتاب‌های تخصصی منطق و از جمله کتاب مبانی استدلال نوشته دیوید کانوی و رالند مانسون که به فارسی هم ترجمه شده است مراجعه کنند. در تعریف قیاس تحلیلی گفتیم که استدلال که در این نوع استدلال نتیجه در مقدمه ها نهفته است، نتیجه از مقدمه استخراج می شود، برای اثبات نتیجه نیازی به ارجاع به مؤلفه های بیرون از استدلال نیست و اگر استدلال از استحکام منطقی برخوردار باشد و مقدمه ها درست باشند نتیجه ضرورتاً درست است. استدلال کاتگوریکال که در فارسی به قیاس حملی، قیاس بیشرط و قیاس قطعی ترجمه شده است از انواع استدلال تحلیلی است. در این نوع استدلال دو مقوله با هم مرتبط یا ارتباط دو مقوله انکار می شود. این نوع قیاس می تواند کلی باشد چون همه سیاستمداران فرصت طلبند، الف سیاستمدار است پس الف فرصت طلب است. همین استدلال را می توان در وجه سلبی آن نیز مطرح کرد، هیچ سیاستمداری فرصت طلب نیست و الی آخر. استدلال کاتگوریکال می تواند جزئی نیز باشد، برخی سیاستمداران فرصت طلبند و الی آخر. قیاس کاندیشنال یا شرطی. قیاس شرطی اغلب با ترکیب اگر پس ساخته می شود. در این نوع قیاس اگر شرط درست باشد نتیجه شرط منطقا درست است، اما اگر شرط درست نباشد نتیجه می تواند هم باطل باشد و هم به دلایل دیگری صادق. به این مثال توجه کنید، اگر آقای ب رئیس جمهور شود شکاف فقر و ثروت افزایش می یابد. بر اساس این استدلال ریاست جمهوری ب به افزایش شکاف فقر و ثروت منجر می شود، اما این شکاف می تواند افزایش یابد بیان که آقای ب رئیس جمهور شود. استدلال دیستانکشن یا انفصالی. این نوع استدلال با ترکیب این یا آن یا هیچ کدام ساخته می شود. در این قیاس یکی از آلترناتیب ها درست و دیگری غلط است و هر دو نیز می توانند نادرست باشند، اما هر دو نمی توانند درست باشند. به عنوان مثال، یا در خانه می مانیم یا به سینما می رویم. پذیرش یکی از آلترناتیب ها به معنای ابطال دیگری است. اگر خانه بمانیم به سینما نمی رویم، اما ممکن است هر دو کار را نیز انجام ندهیم. برهان خلف. گاهی برای اثبات یک ادعا نقیض آن ادعا را رد کرده و از ابطال نقیض صدق مطلوب را نتیجه می گیرند. برهان خلف در مواردی به کار می رود که دو گزاره با یک دیگر تناقض داشته و فقط یکی از این دو درست باشند. در این حالت هر گزارهی که باطل شود به معنای صدق گزاره دیگر است. برهان خلف را در موردی که امکان نادرست بودن هر دو گزاره وجود دارد نمی توان به کار برد. در این حالت ابطال یک گزاره به معنای صدق گزاره دیگر نیست. با فرستادن انتقادها، نظریات و پیشنهادها ما را در ارتقای این گفتارها یاری دهید. متشکرم.